چند وقت پیش توی عمان یه مسابقه آزاد برگزار شد در رشته ناین بال دو تا بازیکن ایرانی بر حسب قرعه خوردن به همدیگه دیگه موین خدری علی پرده دو تا از بازیکن‌های خوب کشورمون بریم این بازی رو با هم تماشا بکنیم ببینیم چه اتفاقاتی توش رقم خورده با من هم را باشید چیزی که روی تصویر داریم میبینیم ریس تو هفته هر کس هفت فریم ببره برنده بازی هست علی پردل میبینید داره رک میکنه و پیرهن مشکی علی پردل و پیرهن حالا توسی باید بگم یا سفید توسیه موین خدری عزیز هستش هر دو بازیکن با تجربه پخته و اینجا با همدیگه برخورد میکنم میز هم ویراکاس و اینکه بریم ببینیم, ببینیم که این دو بازیکن چی کار میکنن رفقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه من تمام کامنتاتونم میخونم دونه به دونه بریم تو دل بازی ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره یه نکته هست که مثلا مسابقات این شکلی شما هم میتونید شرکت بکنید حتما نیاز نیستش که ملی پوش باشید چه میدونم از جای نامه ای بگیرید هیچی شما میتونید که آزاده میتونید که در این مسابقات شرکت بکنید و و تجربه کسب بکنید ولی خب بازی کنه او اوه او 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 بازم او او او, او. چی زد چی شد معین خیلی یه ضربه پوش زد از اونجا علی چی پاد که ولی از اون طرف قصه توپش هم افتاد ولی فرقی مثلا بین شما یا علی بین, شما و بازگاه ملی پوش مثل علی پردل و معین خدری عزیز اینا تجربه و سابقه بازیشونه یعنی آدز قهرمانی هم میتونن داشته باشن شما هم چرا که نه تمرین بکنید شما هم یه روزی این بازی کنم بی تجربه بودن چوب یک دست کربون دست موین خدری و میتونه با همون تک اشتباه علی بازی رو ببره با هم دیگه بریم به سراغ فریم دوم این مسابقه بالاخره وقتی که دوتا رفیق دوست با هم دیگه برخورد میکنن توی مسابقات این شکلی سخته تا ما یه جوره سختره تا قریبه بازی طرف رو میشناسی اه چطوری بهت بگم یکم سخت داره به نظر من شما میتونی نظر خودتون رو بنویسین اینجا نه 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 از فکر میکنم میخواست بزنه به این باند بهش بخوره ولی نشد فکرش خوب بود اینجا توپ سه رو میزنه میره سراغ توپ پنج و اینجا ضربه پلنت میزنه و ببینیم با چه پوزیشنی میخواد نوهو بگیره ببین نوهو میخواد بگیره از الان باید چیده اوده از خیلی قبل درش ها ولی از الان دیگه باید کامل پوزیشن رو بگیره نرمش اینه که شما سه تو بعد تو اعلام بکنی و ببین کن خوب اومد ولی یه قل کمه یه قل کمه اینجا دیگه باید چیکار کنه از توانش بهره بگیره میگیری چی میگم در صورتی که میتونست ضربه خیلی آسون رو بزنه بریم به سراغ فریم سوم وینر بریک هم نیست چقدر هم میزو خوشگله و ببینید در ادامه چه اتفاقی رقم میخوره بچا من دقیقا ای... توپش میفته به حال ما که فرقی نمیکنه چه موین چه علی عزیز ببره فرقی به حال ما نمیکنه فقط میخوایم از بازی دو طرف لذت ببریم چوب علی چوب اسنوکر نیست چرا دیگه این چوب چوب اسنوکره دیگه من دارم درست میبینم من حسم اینه که چوبی که دست علیه چوب اسنوکره چوب بیلیارد نیست فرول چوب هم نگاه بکنید مشخصه اوکی بنویسید چون نظر شما چه نظر شما هم اسنوکر دستشه یه چیزی هم به شما بگم من اطلاعاتم اگر توی اسنوکر میگیریم مثلا 8 نو هستش توی بیلیارد میاد روی سه و پنج من دارم چی کار میکنم هم خودم هم از طریق شما دوستای گلم دارم اطلاعات همون میبرم بالاتر که به, که به اندازه اسنوکر برسه و خودم دارم به روز میکنم با داورا صحبت میکنم با بازیکن ها صحبت میکنم با قوانینش بیشتر آشنا میشه مثلا ویدیوی دو شب پیش حالا بعدا صحبت میکنه یه خطای عجیب و غریبی رخ داد که خودش کلی بحث داره همونی که توپ هشت تو دم پاکت بود افتاد خیلی قصه داره ولی بذاریم بازی از دست ندیم در رابطه با اون قانون هم آخر ویدیو براتون صحبت میکنم که با این ویدیو تداخل نداشته باشه پس آخر ویدیو منتظر باشید که میخوام ویدیوی دو شب پیش که اون اتفاق افتاد توپ تو پاکت وایستاد و انداختتش بازی کن صحبت بکنیم بریم تو دل داستان دو یک به نفع علی پرده بازی داره پیش میره هرکس هفتش بازی رو برده ماسک میشه میاد حساب کتاب میکنه برای اینکه با باند بتونه بندازه توی میدل پاکت و نمیشه موین خدری عزیز ما فکر کنم شیراز نبودش چون من چهرش برام آشنا نیست چون تو شیراز اکثر بچه ها بودن نمیدونم حالا من توجه نکردم ولی فکر میکنم نبودن ایشون و ولی اسمشون رو من شنیدم توی بیلیارد و میدونم که یکی از بازیکنهای خوب ایران هستن بریم بریم تو اطلاق ادامه ماجرا اینجا این پوزیشنها و پوزیشن میلیمتریه اینجا آخ 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 داشت یه بازی در می آورد که توپ هفت نیفته میره سراغ توپ هشت و میاد پشت نه نه رو هم میزنه بچه راستش خود من تا میز حالا میچینن دو دو تا میز میچینن برای بریک من خودم با جفتش اوکی هم یعنی هم با چوب کربن اوکی هم هم با, با چوبی که همون طرح چوب هستش با جفتش بازی کردم ولی فکر میکنم که کربن حس بهتری توی بیلیارد بهم هم میده ولی یه مسئله هم هست من هم بازی میکنم یکم رنگ این چوب با هم فرق میکنه ولی الا ایوال بریم تو دل داستان ببینیم که چه اتفاقی رقم میکنه بریک میکنه توپ میفته داره برنامه ریزی میکنه پلن میریزه ببینه که چطوری میتونه میز رو جمع بکنه اینجا توپ هشت رو میزنه آریکالا دو دو بودن یا که ساک دو دو بودن شدن سه دو بریک با علی پردل چوب بریکش رو میبینین قاعدتا با توجه به اسپانسری که داره باید تایگر باشه این چیزی که دستشه ولی اگر فکر میکنه نیست چون تیپش هم دارم میبینم تیپش هم همون تیپیه که تو مسابقه جهانی بره خیلی هم خوشگله من خیلی کارهای زیادی با بچه های تیم ملی میتونم انجام بدم بازی کنه پاکت بیلیارد ایران یه کوچولو هم باید پاکار این قصه باشم پاداشو با همه دوستم با همه رفیقم ولی میگیری چیه میگم پاکار بودنم خیلی مهمه اینکه یه نفر پاکاره گرفتن ویدیو باشه اما یه دونه ویدیو منظور ها داره میریزه که چیکار بکنه بهترین پوزیشنی که میتونستم بگیره همینه مشکی راحت الان بزنه با اف رو میزنه یا میخواد استان بزنه بعید میدونم استان بزنه چون فاصله زیاد میشه ناکن داره تنظیم میکنه برای ضربه استان بزنین استان میزنه یا اف رو استان داره میزنه میزنه که همونجا توپش وایسه با یف باریکلا باریکلا خوب بازی میکنه مشخصه بازی کن پخته و با تجربه هستش برای تفری نیومده مسابقه آشه انشالله میگم حمایت بکنید کلی کامنت بذارین لایک کنید سابسکرایب کنید ویدیو رو برای دوست و رفیقاتون بفرستین اینشاالله حتما بتونم که تو مسابقات برون مرزی هم شرکت بکنم حالا چه پاکت بیلیار چه اسنوکر که کلی تجربه خوب و من تصویری در اختیار شما قرار میدم خودم هم که تجربه کسب میکنم و قطعا خوش میگذره این رو ارتفاع بالاتر باشه ببینیم زاویه نه 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 خیلی با اختلاف خیلی بد ولی شانسی که میاره جای خوبیه اما ببینیم که علی میخواد چیکار کار بکنه ببین از اصلا خیلی جای بدیه هم سیفش سخته هم پاتش سخته چیکار میخواد بکنه علی اوه چی شو چی کار کرد اینجا میلیمتریه کنترل کیو با حال و اینجا توپ نهو میزنه یه نکته ای هست شاید الان این پیش میاد آقا علی بهتره یا معین خدری من یه چیزی میتونم بگم من بازی که دارم میبینم بازی برابره دارم با همدیگه میجنگن خب هر موقع میخوای متوجه بشی که دو نفر کی به اون یکی بیشتر میچرب زورش باید مثلا اینا ده بار با من نمیدونم چند بار تا حالا با هم دیگه بازی کردن ده بار با هم دیگه بازی بکنن و مثلا توی یک سال بعد توی این یک سال میگی آقا توی این بازی چند هفت بار ایکس سه بار ایگره پنج بار ایکس برد روی یه بازی هم نمیتونی شما نظر بدید ولی چیزی که من میتونم به شما بگم میچربم به هم دیگه خب اینجا ماسک میشه و فکرم اولین بازی من از موین خدری دارم میبینم بازی کنه پخته ایه بازی خوبیه بریم میره سراغ توپ بعدی میره سراغ توپ شیش بچه آخر مسابقه هم به شما میگم که تو چه مرحله به هم دیگه خورن نگاه میکنم به شما میگم منتظرون قانونم باشین آخر این ویدیو به شما میگم. اوکی میزنه 6 دو. یک فریم دیگه موین خدری ببره علی پرده رو از مسابقات حذف میکنه بریم ببینیم, ببینیم که چه اتفاقی میفته علی کامبک میزنه جون دیگه الان 6 امتیاز برده بعد از کلمه کامبک استفاده کنیم ببینیم که این اتفاق رقم میخوره یا که نه خیلی برام جالبه اینو چیزی که من دارم میبینم یه شبکه فیلم برداری کرده موضوعش جالب اینجاست که تنظیمات دوربین رو درست انجام ندادم میبینید تصویر بالا پایین میشه خیلی چیز عجیبیه بریم تو در لاستان ولش کن دوباره توپ افتاده دست موین خدری آیا همینجا کار یه سری میکنه یا نه توپو میزنه بچه برام بنویسین من هیچ اطلاعاتی از موین عزیز ندارم چند سالشه بچه کجاست کجا بازی کجا میکنه ببینیم 8 به نو چی کار میکنه 8 به نو یه نمه سایت چاشنی کار کرد اوه ببین نو میزنه یا نه احتمال افتادن کیوبال تو میدل پاکت هست ولی قطعا یه افه قاتیش میکنه که این اتفاق رقم نخوره اینا میبینی درگیر اونه درگیر هم پات هم نیفتادن نه میزنه باریکل خب بازی رو همونطوری که دیدین تموم شد رفتم نگاه کردم مرحلهش رو ننوشته بود اما یه نکته بگم دو شبه پیش یه قانونی من متوجه شده البته تو بازی متوجه نشدم بعد یکی از دوستان عزیز به من پیام داد قانونش رو کامل به هم گفت متاسفانه من یادم رفت ازش رفرنس بگیرم یعنی متن قانونش رو برام بفرسته من بخونم اما چیزی که داره میگه چون میدونم بازیکن پاکت بیلیارد هستش و آگاهی کامل داره ازش قبول میکنم تا اینجا قصه اما بریم سراغ اون تصویری که من باش مشکل داشتم تصویر رو با هم دیگه ببینیم و من از روح براتون بخونم قانونش رو ببینیم که چه شکلی هستش خب همونطوری داری که دارید روی تصویر مشاهده میکنید قانون چیه دوست عزیزم آقای علی اصغر شریفی همون شخصی هستن که من باشون توی شیراز بازی کردم بسیار انسان و شریف محترم و برای دوستانی که بلد نیستن انتقاد بکنم، کسایی که بلد نیستن ببین ناکن رفیق من برادر من خیلی مهمه تو با چه لحنی با چه شخصی صحبت میکنی وقتی لحنت از نگاه بالا به پایین باشه درستم بگی من گوش نمیدم اما گوش بدیم ببینیم که با چه لحنی با چه ادبیاتی اشتباه اشتبا که من قانون رو نمیدونستم قانونی رو که نمیدونستم رو چه شکلی برای من توضیح داده برای همین من میشنوم میسنجم حالا یا قبول میکنم یا قبول نمیکنم اینو من قبول میکنم سلام وقت بخیر آقا نیما در رابطه با اون قسمتی که بازی سینا ولی زاده ایت پال افتاد و برگشت سر جای قبلیش یه قانون هست وقتی شاردم پاکت بمونه و بعد از پنج ثانیه پاکت بشه برمیگرده سر جای قبلیش ببین یه بحثی هست من خیلی دوست دارم که آیا توی رفرنس دقیقاً این عدد نوشته شده اوکی رفرنسش علی عزیز اگه برنامه رو میبینی برام بفرست حالا من برنامه این پیام میدم که به رو برام بفرستی اما چرا چون تو ما تو اسنوکر چیزی به نام ثانیه نداریم تشخیص داور هستش که در نوبت حریف افتاده یا که نه حالا ما قانون پنج ثانیه رو اینجا نمیتونم پنج ثانیه رو قبول بکنم اما فرض میگیریم که داور پنج ثانیه که شما داریم میگین رو ما چنج شدن نوبت حریف رو میتونیم قبول بکنیم ولی 5 ثانیه رو نمیدونم آیا توی پاکت بیلیارد هست یا که نه اینو رفرنس مشخص میکنه که بعدا تو برنامه اعلام میکنه و برمیگرد سر جای قبلش حریف خطا نداده و شار بدون برخورد با اون افتاده و ارزم با حضور گرام شما اگر میگه خود به خود افتاده باشه منظورش اینه میگه حریفم خطا نداده و شار بدون برخورد با اون افتاده اوکی میگه اگر و اگر شاری در حین ضربه بیاد و جای شاری که افتاده رو بگیره یعنی توپ بیا جای هشت وایسه به صورت غیر مستقیم شار پاکت شده برمیگرده روی میز و نزدیکترین نقطه به جای قبلیش قرار میگیره خب همین خودش قصه است آیا سمت چپش قرار میگیره سمت راستش قرار میگیره جلوش قرار میگیره این خودش که میگه نزدیکترینش خودش کلی بحثه خب اون توپو میتونه ماسک بکنه میتونه هزار یک اتفاق این شکلی بیفته و خیلی جالبه ولی من خودم همچنان معتقدم که با چوب این کارو کرده و اگر شار در حین ضربه بیفته و روی ضربه تاثیرگذار باشه موقعیت میز برمیگره به جای قبلی و ضربه به جا داده میشه اوه اوه او خیلی داستان شد میگه حالا اگر طرف داره ضربه میزنه اون توپه بیاده و اون توپه تأثیر گذار باشه مثلا ماسک کرده باشه مثال و تأثیر گذار باشه همه چی اورجینال پوزیشن میشه خیلی قانون عجیب غریبی هستش حالا من حتما رفرنسش هم دیدم به شما میگم که آقا ما تا اینجا 99.9 درصد قبول میکنیم تا رفرنسش بیاد که بشه صد و اینکه دوست داشتم که رفقا من تک تک کامنتاتون رو میخونم با جون و دل همه رو اجرا میکنم به حرفاتون گوش میدم ولی لطفا اگر که مثلا یه سری به من میان میگن که آقا برو انگلیسی تو خوب کن فلان کن بیسان کن ال کن یه سوال دارم مثلا مکزیکی هایی که انگلیسی صحبت نمیکنن اونو از قصد از ما میخوایم سعی میکنیم همیشه میگم انگلیسی یه چیزی میگم میگم آقا فکر میکنم این باشه ها فکر بعد دیدین مثلا چرا ترنسلیت میزنم فلان بیسانی حرفا اونی که قب... اون نمیخواد از انگلیسی صحبت کنه چی کوچولو موقعی که زبانتون خوبه فکر نکنید که فرازمینی هستین یک هنری هستش که تونستیم به دو زبان صحبت بکنین حالا یه شخصی دوست داره بره یاد بگیره یه شخصی دوست نداره یاد بگیره من کلوم دستم من واقعا دوست دارم یاد بگیرم اوکی تمام تلاشم رو میکنم ولی اگر کسی تند تیز صحبت بکنه نه من هیچ کسی دیگه قبول نمیکنه پس ادبیات و گفتن خیلی مهمه کوچیک همتون هستم دوستتون دارم تا یه شب دیگه یه ویدیو دیگه خیلی عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد چو دریافت بکنی پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش